بینندگان عزیز سلام، امروز سه شنبه چهارم ماه سنبله سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 26 ماه آگست سال 2014 میلادی. به سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم خوش آمدید. در نخست سرخط چند خبر: کشته شدن فرد متهم به قتل دکتر عبدالغنی بهادری سوی پلیس در ولایت غزنی، کشته شدن برادر سردار یکی از فرماندهان پیشین تاره به سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی، مجروح شدن 6 عضو یک خانواده بر اثر اصابت مرمی هاوان در ولایت نیمروز، و خواست سازمان ملل برای آتش بس بلند مدت میان اسرائیل و فلسطین. توریال افغانستان با مشروع خبرهای این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. فردی که گفته می شود عامل قتل دکتر عبدالغنی بهادری بوده است در یک درگیری با نیروهای پلیس کشته شد. فرمانده پلیس غزنی می گوید که این فرد تحت تعقیب پلیس بود و زمانی که ناوقت روز گذشته می خواست یک سرباز پلیس را ترور نماید، در یک درگیری با پلیس کشته شده است. جنرال دلاور زاهد فرمانده پلیس غزنی میگوید که شام روز گذشته این فرد در مربوطات حوزه اول امنیتی پلیس زمانی که میخواست یک سرباز پلیس را ترور نماید، در درگیری با پلیس خودش کشته شد و سرباز پلیس نیز در این رویداد زخم برداشته است. به گفته منبع این فرد قاتل دکتر محمد غنی بهادری بوده و در ترورهای اخیر نیز دست داشته است. گفته می شود که این فرد باشنده ولسوالی واغظ ولایت غزنی بوده و مدیر لیلیه کوچه های این ولایت نیز بوده است. طرفای شام که یک جنایتکار قبلا هم پیش ارگانه کشفی ما این مشکوک بوده که در ترورا دست دارن و این در سایه کلینیک حوزی اول بالای پلیس ها فیر میکنن و یک پلیس هم خودم اندازن که او هم سطحی پایشان کسر پیدا کردن مجروع هستن و این در مقابل پیر پلیس کشته میشه که یک میز تپانچه چیچی با دو شاجور پیش ما هستن و اطلاع که جدید به ما رسید در لیسه کوچه هم اونجا بعضی وقت درس می دادن که در این رابطه ارگانه کشفی ما کار میکنن. از سوی هم یک باشنده شهر غزنی پیش از چاشت روز سه‌شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر غزنی کشته شد. با گفته مسئولان امنیتی این فرد برادر سردار یکی از فرماندهان پیشین طالبان بوده است و در ترورها و نامی های اخیر شهر غزنی نیز دست داشته است. سروش آزادزاده گزارش می‌دهد. فرمانده پلیس غزنی میگوید که این فرد پیش از چاشت روز سه‌شنبه در ساحه پای منارهای شهر غزنی از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. با گفته منبع چگونگی قتل این فرد تا هنوز روشن نیست و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. فرمانده پلیس غزنی میافزاید که فرد یاد شده چندین بار با اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد دولتی بازداشت گردیده، اما با وساطت بزرگان قوم دوباره از بند رها گردیده بود. که چند بار توسط قوای ائتلاف و نیروهای امنیتی دولت گرفتار شده بود، دوباره رها شدند. او هم از طرف اشخاص نامعلوم در سایه حوزی اول در منطقه منارا کشته شدند و جسدش هم همی اقاربشان خودسر بدون از اینکه نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند خودشان بردن در خانه و ما برشان نفرار رو روان کردیم و این قاضی هم تحت بررسی ارگانه کشفی ما قرار داره که تا معلوم کنن علت چگونگی قتل عزیز مطلب راپوری که پیش ما هستن. اینا هم در ترورا دست داشتن و یکی چه رقم کشته شدن و از طرف کی کشته شدن این تانوز به ما معلوم نیستن. انفجار بر موتر یک عضو مجلس نمایندگان جان یک فرد ملکی را گرفت. بر اثر انفجار ماین بالای موتر تعقیبی یک عضو مجلس نمایندگان کشور در هرات یک فرد ملکی کشته شد و سه تن به شمول دو پلیس زخم برداشتند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات به خبرنگاران میگوید که این رویداد حوالی ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه به وقوع پیوسته است. با گفته من به این حادثه زمان رخ داد که کاروان موترهای پلیس به تعقیب غلام فاروق مجروح، نماینده مردم هرات در ولسه جرگه، از ولسوالی غوریان هرات در حال عبور بودند که در منطقه گندم منه این ولسوالی یک موتر تعقیب با ماین کنار جاده برخورد نمود.
منبع افزود که در این رویداد یک فرد ملکی کشته و سه تن دیگر به شمول دو پلیس و یک فرد غیر نظامی جراحت برداشته است. سخنگوی قماندان امنیه هرات در ادامه گفت که این رویداد به این عضو ولس جرگه آسیبی نرسیده است. طبق یک خبر دیگر، انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک فرد ملکی را زخمی کرد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در منطقه کریمبای این شهر به وقوع پیوست. زواک افزود رویداد زمانی صورت گرفت که موتر حامل نیروهای اردوی ملی از ساحه در حال عبور بود، اما به این نیروها آسیب نرسیده است. منبع افزود که مواد انفجاریه داخل یک موترسایکل جابجا گردیده و در کنار سرک توقف داده شده بود. تا کنون مسئولیت هر دو رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. شکیلای مورید گزارش میداد. ادامه سریال قتل زنان در غرب کشور. مرد در فراه خانم برادرش را با تبر کشت. یک خانم جوان در ولایت فراه در غرب افغانستان از سوی برادر شوهرش با وسیله تبر به قتل رسیده است. گفته می شود که این حادثه پس از ظهر روز گذشته در منطقه موسوم و رنج در ولسوالی خاک سفید ولایت فراه رخ داده است. دفتر رسانه‌های ولایت فرا با تایید این رویداد گفته که تا هنوز انگیزه این قتل روشن نشده، ولی احتمال داده می شود که این رویداد برخواسته از خشونت‌های خانوادگی باشد. به نقل از منبع، یک مرد پس از مشاجره لفظی با خانم برادرش با چند ضربه به سر این زن او را به قتل رسانده است. با این حال گفته شده که این مرد پس از اینکه خانم برادر خود را با تبر به قتل رسانده فرار کرده است. پلیس فرا گفته که تحقیقات برای بازداشت این فرد آغاز شده است. مقام های امنیتی فرا اما میگویند که این حادثه در منطقه تحت نفوذ طالبان رخ داده و تحقیقات در این زمینه مشکل است. خشونت های خانوادگی در غرب افغانستان از چندی به این سو به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در سه روز گذشته این ششمین زنی است که در نتیجه خشونت های خانوادگی در ولایت هرات و فرا به قتل میرسند. از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاسگزارم و شما دعوت میکنم که بیننده برنامه های بعدی شبکه تلویزیون غزنویان نیز باشید. وقت خوش. الان نگهدار.